مصاحبه ای با یک فرازمینی، قسمت نهم. آیرل گفت که او برای مدتی بیش از 65 میلیون سال یکی از اعضای نیروهای اعزامی قلمرو بوده. زمانی که اون خلبان مأموریت و بازرسی و بررسی بیولوژیکی شده، بعضی از مواقع بازدید از زمین هم شامل اون می شده. او می توانسته کل دوران خدمتش را در اینجا به یاد آورد، حتی مدت‌های طولانی قبل از اون را. او به من گفت که دانشمندان زمینی یک سیستم سنجش دقیق برای محاسبه قدمت ماده ندارند. آنها پنداشتند که چون که برخی گونه های مواد نابود می شوند و البته خیلی سریع هم اتفاق می افتد، آن هم از نوع مواد آلی یا کربنی، پس این نشانی است از زوال ماده. استفاده از این روش برای سنجش قدمت سنگ یا چوب و استخوان درست نیست. این از اساس اشتباه است. در واقع ماده خراب شدنی نیست، نمیتوان نابودش کرد. ماده میتواند تغییر شکل بدهد، اما در واقع هرگز خراب و نابود نمیشود. از وقتی فناوری‌های مربوط به سفرهای فضایی حدود 80 تریلیون سال قبل توسعه پیدا کرد، قلمرو بازرسی و برآورد دوره‌ای از کهکشان‌ها را در این بخش از کیهان اجرا نمود. بررسی تغییراتی که بر زمین رخ داده نشان می‌دهد که رشته کوه‌ها فراز و فرود داشتند، قاره‌ها تغییر مکان دادند و قطب‌های سیاره زمین هم جابجا شدند. کلاهک‌های یخی شکل گرفته و سپس ذوب شدند. اقیانوس‌ها پدید و ناپدید شدند. رودها، دره‌های کوچک و بزرگ تغییر کردند. در همه این موارد هر نوع یا جسمی از همون ماده بنیادینی ساخته شده که هرگز نابود نمی‌شود. یادداشت شخصی ماتیلا دانه. حتی تصور این که یک تمدن از نظر فنی و فکری بعد از تریلیون ها سال توسعه یافتگی و پیشرفت به چه سطحی میتوانست رسیده باشد برایم ممکن نبود. فقط میتوانستم به این فکر کنم که چگونه کشور خودم پیشرفته شده، اون هم فقط در عرض 150 سال. همین چند نسل قبل حمل و نقل توسط انسان یا اسب و قاطر یا قایق صورت میگرفت و شبها با نور شمع میشد مطالعه کرد. داغ کردن و پخت و پز روی اجاق و بخاری انجام می شود و داخل خونه لوله کشی نشده بود. رونوشت رسمی مصاحبه. آیرل توانایی های یک افسر جاودان روحانی جاوید را برایم توصیف نمود و در هنگام ارتباط تلپاتیک افسر مخابراتی از قلمرو را نشانم داد که در کمربند سیارک ها مستقر شده بود. کمربند سیارک ها عبارت است از هزاران قطعه خرد شده از سیاره‌ای که روزگاری بین مریخ و مشتری وجود داشته، مکانی که به علت گرانش کم برای سفینه هایی که قصد سفر به مرکز کهکشان ما را دارند نقطه عزیمت بسیار مناسبی است. او درخواست کرد که این افسر در اطلاعاتی که به شکل انبوه در فایل های قلمرو ذخیره شده در خصوص تاریخ زمین جستجو کند. آیرل از افسر ارتباطات و مخابرات خواست که این اطلاعات را به او منتقل کند. افسر مخابرات درخواست او را اجابت نمود. بر اساس اطلاعات جستجو شده در فایل‌های قلمرو، آیرل توانست برایم تاریخ را تدریس کرده و به کمک او تاریخ زمین را به شکلی مختصر مرور کردم. آنچه که آیرل از رصد قلمرو درباره تاریخچه زمین گفت این بود که نخستین نیروی اعزامی قلمرو به تازگی و در حدود 10,000 سال پیش وارد کهکشان راه شیری شده. اولین کارشان تسخیر سیاره هایی محل اقامت امپراتوری کهن بود. پرانتز، این نه یک نام رسمی که نام مستعاری بود که توسط قلمرو به تمدن تسخیر شده داده شده، که به عنوان جایگاه های مرکزی حکمرانی بر این کهکشان و دیگر قلمروهای فضایی همجوار به کار گرفته می شدند. این سیاره ها در سیستم های ستاره ای در انتهای صورت فلکی دو به اکبر قرار داشتند. او دقیقا نگفت که منظورش کدام ستاره است. حدود 1500 سال بعد قلمرو پایگاه‌هایی را برای نیروهایش به همراه مسیری که امکان دسترسی به مرکز این کهکشان و فراسوی آن را فراهم می‌کرد احداث نمود. حدود 8200 سال پیش نیروهای قلمرو بر زمین نزدیک مرز امروزی پاکستان و افغانستان در کوههای هیمالیا پایگاهی برای خود ساختند.
این پایگاه برای اقامت یک گردان از نیروهای اعزامی قلمرو بود که حدود 3000 عضو را شامل می‌شد. آنها پایگاه را درون قله کوه بنا کردند. قله کوه حفاری شده و حفره‌ای به وجود آمد. منطقه‌ای به اندازه کافی بزرگ برای آشیانه سفینه و کارکنان این نیرو. تصویر کاذبی از داخل کوه شبیه اسکرین سیور از طریق نوعی فریب الکترونیکی ایجاد شد تا پایگاه را از دید یک ناظر خارجی پنهان نگه دارد. سفینه ها می توانند از طریق این اسکرین سیور بدون اینکه توسط انسان ها دیده شوند وارد پایگاه شده و از آن خارج شوند. اندکی بعد از اقامتشان در آنجا حمله بازمانده های نیروی نظامی امپراتوری کهن پایگاه را غافلگیر کرد. پایگاه زیرزمینی در مریخ که توسط امپراتوری کهن اداره می شد. مدتی بسیار طولانی بود که امپراتوری کهن در آنجا مستقر بود و از دید قلمرو پنهان مانده بود. پایگاه قلمرو با حمله نظامی که از پایگاه سری مریخ صورت گرفت نابود شد و ارواح جاودان نیروی اعزامی قلمرو به اسارت گرفته شد. می توانید تصور کنید که قلمرو از گم شدن افسران و خدمه‌اش آن هم با این تعداد زیاد بسیار برآشفته بود تا آنجا که خدمه دیگری را در جستجوی آنها به زمین فرستاد. این خدمه نیز مورد حمله قرار گرفتند و همان شیوهی که با همه دیگر خدمه و نیروهای قلمرو که به زمین فرستاده شده بودند برخورد شده بود. با نیروهای قلمرو هم همان برخورد انجام شد. آنها را دچار یاد زدودگی نمودند. حافظهشان با تصاویر کاذب و فرمانهای هیپنوتیک تعویض شد و آنها برای تسخیر بدنهای بیولوژیکی به زمین فرستاده شدند. آنها هنوزم بخشی از جمعیت کنونی زمین را تشکیل می‌دهند. بعد از تجسس و سماجت بسیار برای خدمه گم شده، قلمرو متوجه شد که امپراتوری کهن این کار را در سطحی بسیار گسترده و با پنهانکاری خیلی دقیق و با احتیاط انجام داده و برای میلیون‌ها سال در این بخش از کهکشان پایگاه عملیاتی داشته. کسی مدت زمان دقیق آن را نمی‌داند. در نهایت در فضای منظومه خورشیدی فضاپیماهای نیروی امپراتوری کهن و نیروهای قلمرو با یکدیگر درگیر شدند. طبق گفته آیرل، نبرد بین نیروهای امپراتوری کهن و قلمرو تا حدود 1235 میلادی به درازا کشید. وقتی نیروهای قلمرو در نهایت آخرین سفینه فضایی نیروی امپراتوری کهن را در این ناحیه نابود کردند، تلفات زیادی هم داده بودند و از جمله اینکه بسیاری از سفینه هایشان را از دست داده بودند. حدود 1000 سال بعد پایگاه امپراتوری کهن به شکل تصادفی در بهار 1914 میلادی کشف شد. این کشف زمانی ممکن شد که بدن دوک بزرگ اتریش توسط یکی از افسران نیروی اعزامی قلمرو تسخیر شد. این افسر در کمربند سیارک‌ها مستقر و برای یک مأموریت عادی شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات به زمین فرستاده شده بود. هدف از تسخیر این بود که این بدن به عنوان یک پوشش و استتار استفاده شود تا از طریق آن با نفوذ در جامعه انسانی بتوان از وقایعی که روی زمین رخ می‌دهد اطلاعات جمع‌آوری شود. این افسر به عنوان یک روح جاوید برای ساکن شدن در بدن دوک اعظم از قدرت زیادی برخوردار بود. پس به راحتی موجود را بیرون راند و کنترل بدن را به دست گرفت. با این حال این افسر نمی‌دانست که دودمان دوک بزرگ اتریش تا چه اندازه نزد جناح‌های متخاصم در کشور منفور است. بنابراین وقتی بدن دوک اعظم مورد سوء قصد یک دانشجوی بوسنیایی قرار گرفت، روکش محافظ او از میان رفت. افسر یا روح جاوید موقع اصابت گلوله قرار گرفتن بدن از آن به بیرون پرت شد. در حالی که شوکه شده بود، روح جاویدان سهواً تحت نفوذ نیروی تجسس امپراتوری قرار گرفت و اسیر شد. در نهایت بعد از این جریان قلمرو کشف می کند که منطقه عظیمی از فضا توسط میدانی از نیروی الکتریک کنترل می شود که همه ارواح روحانی از جمله کسانی که روی زمین هستند را در این انتهای کهکشان کنترل می کند. شبکه نیروی الکترونیکی مخصوص کشف ارواح روحانی و جلوگیری از ترک ناحیه توسط آنها طراحی شد.
اگر هر کدام از ارواح روحانی بخواهند به این شبکه نفوذ کنند، در نوعی تور الکتریکی به دام خواهند افتاد. نتیجه اسیر شدن یک روح جاودان است.